حسن فرشتیان استدعا دارم برای ادای سخنان خود تشریف بیارم. ایشان پژوهشگر دینی با سابقه تحصیلات در حوزه علمیه و در فرانسه در رشته حقوق تحصیل کردند، اکنون وکیل و حقوقدان هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم‌ها و آقایان. در ابتدا تمایل دارم مجدداً تسلیت عرض کنم خدمت خانواده کوچک بنی صدر و خانواده بزرگ بنی صدر. خانواده کوچک بنی صدر سرکار خانم حسینی و دختر خانم‌ها و آقازاده ایشون و نوه‌ها بستگان ایشون و خانواده بزرگ بنی صدر، از شما سرورانی که اینجا حضور دارید، البته اخوی و همشیره ایشون هم جزو خانواده کوچک من حساب میکنم، اما یه خانواده بزرگی هم ایشون داشته و ایشون در مواردی پدری کرده. الان دختر خانم ایشون که صحبت کردن گفتن ایشان پدر ما بود و دوست شما. من با اجازه از ایشون میخوام بگم که ایشان در مورد بسیاری از مردم ایران نیز پدر بود، پدری کرد، پدر معنوی مردم ایران. من با دو تا خاطره صحبت میکنم چون میدونم فرصت کوتاهه و قبل از اینکه خانم وفا تذکر بدم به بنده سعی میکنم تموم کنم. من دو تا خاطرم مربوط میشه با خاطراتی که از ایشون دارم رو به این آیه قرآن ربط میدم که هدیه میکنم به ایشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائکه عليهم الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آنها که گفتند الله پروردگار ماست و بر این ایمان خیش استوار و ثابت قدم ماندند، بر آنها ملائکی نازل خواهد شد که نه خوفی داشته باشید و نه حزنی، و بشارت می دهند و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، با آنها بشارت می دهند که شما موفق شدید. بنی صدر یکی از آن مردانی بود که قالوا ربنا الله ثم استقام، گفت الله پروردگار ماست و بر این ایمان خیش استقامت ورزید. مسئله توحید رو در عنوان یک واژه گفتار راهنما در سخنان و نوشته های ایشون فراوان میبینید. نگاه وی به جهان نگاه توحیدی بود، اما نه توحیدی که فقط فکر کنیم، یک توحید به عنوان یکی از اصول اعتقادی ذهنی هست، نه، توحید در منظر او، توحید یگانگی ضد تضاد و ضد قدرت بود. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. توحید در نظر او استقلال و آزادی از استبداد، از استعمار و از استثمار و از هر گونه قدرت طلبی بود. در راستای توحید من دو خاطر از او نقل میکنم که او در چندین جبهه میگنجید. برای اینکه خاطرات رو شخصی کنم، سروران عزیز مطالب بسیار شنیدنی گفتن، من تکرار نمیکنم. دو خاطره از اولین همسخنی خودم با ایشون و از آخرین مورد همسخنی. در اوایل انقلاب ایشون رو بارها دیده بودم در میتینگ ها، من نوجوانی بودم، اما اولین همسخنی من 41 سال پیش بود با ایشون. نوجوانی بودم، پاییز 1359، نوجوانی بودم در جبهه. فضا رو میخوام ترسیم کنم. ایشان رئیس جمهور مملکت بود، بارها ایشون رو دیدم، پوتین به پا کرده بود، لباس سربازی اوورکوت در خط مقدم میامد. خدا رحمت کنه شهید چمران جزو ستاد جنگ های نامنظم بود، من جزو اون زمان جزو جوانترین افراد اون جریانات بودن. هنوز صورتم محاسنم کامل در نیامده بود. فضا رو دارم ترسیم میکنم. جبهه هایی که بنی صدر در اون جبهه ها میگنجید، میجنگید، استبداد داخلی، تهاجم خارجی. آمده بود جبهه، رفته بودیم نزدیک اهواز، جایی بود به نام گلف، رفته بودیم اونجا نشسته بودیم و منتظر بودیم ایشون بیاد سخنرانی کنه. من دیدم مثل اینکه جلوی سخنرانی ایشون پرچمی زدن مرگ بر ضد ولایت فقیه، و دیدم چیرمان جلسه، دوستان رو میشناختم، به هر حال همسنگر هم بودیم، با هم در یک جبهه میجنگیدیم علیه دشمن بعثی متجاوز.
دیدم که آماده شدن شعارهای علیه ایشون در بد به ورود بدن. این داستان مال پاییز 59. آمدم بیرون و منتظر بودم ایشون هنگامی که رسید با وسایل نقلیه پیاده شد و همراهانش به طرف دوستان ما می اومد. رفتم جلو به یکی از همراهان ایشون گفتم چنین وضعی قصد اهانت دارند. خیلی توجه نکرد. یا خب من هم نوجوانی بودم با لباس خاکی و لباس‌های سرباز نبودم، لباس‌های مردمی در حقیقت، لباس‌های حالا بسیج همون زمان نبود، همین لباس‌های ارتشی میشه گفت. بعد حقیقتش در فکر خودم گفتم صلاح نیست، این مقدار جسارت به خرج دادم. من یک نوجوان 17 ساله بودم، ایشان در جایگاه ریاست جمهوری و فرمانده کل قوا. خودم رسوندم به ایشون و گفتم باد آباد. بهشون گفتم آیه بنی صدر، صلاح نیست داخل سالن بشین. نگاه کرد به من و گفتم اونجا جمع شدند و بناست علیه شما شعار بدن. و من تقریبا از او تمنا کردم، چون یک احساس عاطفی هم نسبت به ایشون داشتم، یعنی یه احساس شخصی عاطفی داشتم، با اینکه این اولین همسخنی ما بود با ایشون. برگشت یه لبخندی به من زد که لپاش اینجوری گل انداخت، با یه لبخند گاهی اینجوری میزد، یه لبخند زیبایی زد و سریع به یکی از همراهانش گفت با ایشون هماهنگ کنید. و خب اون روز فقط این خاطره رو میخوام بگم، یک رئیس جمهور مملکت اومده در جبهه جنگ علیه دشمن متجاوز بجنگه، همزمان یک جبهه دیگری در همون جبهه علیه او درست شده. یادم در تهران اتوبوس‌های مینی‌بوس‌های همون زمان دوستان ما شعارهای علیه بنی صدر میدادن در خیابون‌های تهران در سال 59 در زمان جنگ. اما این رئیس جمهور باید مقاومت کنه. توحید او توحید ضد استبداد، ضد سلطه، گفتمان توحیدی او، مکتب راهنمای او، اصول او، همه اینها ضد استبداد، چه استبداد داخلی و چه استبدادی که به نام روحانیت بر مردم حاکم شد. بنی صدر به سان اکثر ما ایرانیان به نوعی اعتماد کرد به شخصی که اعتماد ما نابجا بود. ما گمان نمی کردیم، بنده در همون زمان روحانی در روحانیت بودم و گمان نمی کردم روحانی دروغ بگوید و خلف وعده بکند. بنی صدر مثل همه ما در اون زمان چنین، یا ما مثل او بودیم، همه ما مثل هم بودیم، اما به او خلف وعده کردند. به او خلف وعده کردند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، آنانی که گفتند رب ما خداست و سپس بر اون مسیر توحیدی استقامت ورزیدند. و الا بسیاری از روحانیون صدر انقلاب، همون کسانی که نام برده شد، در جبهه مقابل بنی صدر بودند. اونها هم در جبهه مبارزه کرده بودند علیه استبداد، اونها هم به توحید پایدار بودند. اما تفاوت این بود که آنها هنگامی که سفره انقلاب پهن شد وفادار نبودند. ثم استقام، استقامت ورزیدند. وگرنه پیروی مکتب توحید بودند ساده است، اما هنگامی که سفره پهن می شود و سهمی طلبیده می شود، شجاعت می خواهد، شهامت می خواهد. من این شجاعت و شهامت رو اون روز در اولین همسخنی خیش با بنی صدر دیدم. آخرین همسخنی من مربوط میشه حدود فکر میکنم یک سال پیش. شادروان روح الله زم روبوده شده بود. حکم اعدام او در دادگاه اولیه ایران صادر شده بود. شخصیتی بود که در مورد او توافقی وجود نداشت. بسیاری از افراد رو از خود ناراحت کرده بود، رنجیده بود. لذا برخلاف کسانی که هنگامی که حکمی صادر میشه بازداشتی میشه، ما سیلی از اعلامیه میبینیم و حمایت، در مورد او حمایتی نشد. یکی از دوستان که در همین پاریس زحمت بیانیه ها رو میکشه خیلی موارد، گفتم حالا که حکم اعدام او صادر شده بیانیه ای صادر بشه، میخوام فضا رو ترسیم کنم. ایشون با اینکه خود همدل بود اون زمان و هست، گفت گمان نمیکنم این بیانیه رو دوستان امضا بکنند. چرا؟ چون هم فکر کانال آمد نیوز و هم که فکر شخص روح الله زم نبودن. در چنین شرایطی به من هم گفتن دوستان که شما هم بهتر است وارد این فاز نشوید و به هر حال شخصیت خود رو آلوده نکنید و
حمایت از ایشون نکنید، شاید ایشون از خود اونها باشه و فردا برگرده، همه اینها داستان باشه. حکم اعدام ایشون صادر شد. از اون لحظه به بعد خب برخی تلاش کردن، برخی همدلی کردن، ولی یک جبهه برای اولین بار حداقل من شاهد بودم در داخل و خارج ایران همزمان برای اعدام ایشون تشکیل شده بود. یعنی جالب بود، برخی از اپوزیسیون همون حرفهایی رو تکرار میکردن که دادستان و قاضی صلواتی دادگاه روح الله عظم، یعنی او باید به چوبه دار میرفت. اما در این هنگام من اصلا به فکر آقای بنی صدر نبودم، شاید باور نکنید. او ارتباطی هم با آقای بنی صدر و جریان آقای بنی صدر نداشت و حتی مطالبی گفته بود شاید موجب رنجش خاطر آقای بنی صدر هم شده بود. اما این آخرین هم سخنیهای ما در همدلیهای او با در حمایت از روح الله عظم صرف نظر از افکار و عقاید روح الله عظم بود. این برای من در اون شرایط سخت که از همه طرف روح الله مورد هجوم قرار می گرفت و زیر چوبه دار بود، این دلگرمی سنگینی بود. او مردی بود که در اینجا از همه حمایت میکرد، صرف نظر از عقاید و باورها. به دختر خانم ایشون عرض میکنم که ایشون پدر بسیاری بود. روحش شاد و یادش جاویدان و زنده باد.